دوستان گلم، خیلی خیلی خوش اومدین با یه تست و آزمایش دیگه، اونم چراغ یووی که قراره یک چالش قشنگ انجام بدیم تا یکی دو ساعت دیگه که هوا کاملا تاریک شد توی این فضایی که پر شده از عقیق‌های خیلی خیلی خوشگل و قشنگ که روی زمین الان میخوام بهتون نشون بدم که ببینید چقدر تنوع عقیق داریم. حالا چراغ یووی چرا؟ خیلی ها الان تصورشون این شده که یه دونه چراغ یووی داشته باشن میتونن بهترین سنگ‌های عقیق رو یا اصلا سنگ‌های قیمتی رو شکار کنن. اصلا اینطور نیست دوستان. چراغ یووی به یک سری سنگ‌ها واکنش نشون میده. حتی شاید گرون قیمت‌ترین سنگ‌ها تو این دشت باشه که اصلا نشون نده به نسبت سنگ‌های دیگه. و علت اینه که اومدم اینجا چون اینقدر زنگ ریخته شده روی زمین که این چراغ یووی رو به چالش بکشیم توی این محیط. و نکته این که این چراغ یووی دوستان که ما میخوایم انتخاب کنیم برای این کار، یک چراغ یووی هستش که دو سر بهش میگن و خدمتتون عرض کنم که دو تا چراغ متفاوت داره با رنگ و طیف برای کارایی‌های مختلف که ما با هر دو تا چراغش می‌خوایم کار کنیم تو این فضایی که پر شده از عقیق‌های رنگ‌های مختلف. حالا روی سطح زمین رو بگیر دوستان، این چراغ یووی‌ها تو بازار از 300 هزار تومان شروع میشن تا 1,500,000 تا 2,000,000 تومان و هیچ فرقی با هم ندارن. تنها فرق این که شما اون چراغ یووی که میخوای انتخاب کنی چیه، این که برد نورش زیاد یا کوچیک یا کم باشه. این کاری که من دارم پرتاب نور یوویش خیلی زیاده، یعنی من اگه سنگی که توی 4-5 متری باشه میتونم با این چراغ تشخیص بدم و به نسبت یه سری سنگا واکنش نشون میده. مثلا فرق مروارید اصل و با فک نشون میده، سنگ‌های مثل کلسیت رو یه رنگ خاص‌تر نشون میده، یه حالت فسفوری رنگ. و کارهای یووی هم توی یک سری کارهای دیگه مثل فرق بین اسکناس جعلی و اصلی هستش. و حالا این مکانم که گفتم انتخاب کردیم به خاطر اینکه اینقدر سنگ‌های قیمتی روی زمین ریخته شده، میخوام ببینیم با وجود اینکه عقیق‌های خیلی خوش‌رنگ و قشنگی هست آیا میتونه یه سنگ دیگه ای رو برای ما نشون بده. حالا تا ما صبر میکنیم که تا شب بشه روی زمین رو میخوام بهتون یه سری عقیق خوشگل که اینجاها ریخته شده رو نشونتون بدم. روی سطح زمین دوستان اینقدر بیار پایین نشون بده، اینقدر عقیق ریخته شده که من شکارچی باید دنبال اون سنگ خوشگلاشم، اونی که رنگش با بقیه متفاوت تره. مثلا ببین از توپیای کوارس بگیر پره، توپیای جودی که به صورت بلوری کوارس رو سطح زمین افتاده. و یا بیا این سبکارو بگیر، یه عقیقی که حاشیه اصلی به خودش داره، سلیمانی هستش. سلیمانی اینجا پره و سلیمانی خاصی که مد نظر باشه رو باید برداریم. اینقدر مثلا ما عقیق اصلی هم اینجا تا دلتون بخواد رو زمین ریخته شده. عقیق اصلی همون عقیق زرد رنگی هستش که منتظریم. ما از صبح اینجا هستیم که فقط شب بشه چراغ یووی رو روشن کنیم، بریم ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته، بریم ببینیم که با چراغ یووی
چه فرقی بین سنگای دیگه ایجاد میشه، چون ما توی محیط کوارتز داریم، توی محیط ما کوارتز داریم دوست. آها، یه اصلیه دیگه. خب ببین، این سلیمانی خیلی خوش نقش نمی بگی. اینجا خب اصلا دوربینم بیار رو زمین، دونه به دونه این عقیقا رو ببینم مشخص میشه توی دوربین. دارم روی حجم عظیمی از عقیق دارم راه میرم که فقط بشینی باید همینجوری عقیق جمع کنی. ولی خب اینجور عقیق ها عقیق های معمولی هستن. ای بیا این سلیمانی رو بگیر، چقدر قشنگه. اینو بگیر. چراغ یووی هم دوستان، اینم بگم که خیلی ها سوال میکنن اصل و فرق داره، یعنی فرق بین اون اصلی و غیر اصلی چیه. اصلا من اونقدر که دیدم اصلا غیر اصلی نداره دیگه، چراغ یووی یوویه و مشخصش اینه که شما روی یک اینجا رو بگیر، شما روی یک اسکناس میتونی تست کنیم فرقش مشخص میشه دیگه در مرحله اول. و تا دلتون بخواد توی سایت و پیجا دارن میفروشن، یه چیزی نیست که مثلا هیچ جا پیدا نشه. و نکته مهمی که در مورد چراغ یووی میخوام بگم این که دوستان، چراغ یووی فقط برای حس خوبه، چطور بگم، به عنوان یه سرگرمی میتونید بهش نگاه کنید، به عنوان اینکه سنگی بخوایم پیدا کنید نه، اینجوری فکر نکنید. من خودم به شخصه یووی رو فقط برای این گرفتم تو شب عقربی اگه هست، چون به نسبت نمیدونم میدونید یا نه، به خود عقرب واکنش نشون میده. نور چراغ یووی روی عقرب که میفته یه رنگ فسفوری سبز ایجاد میکنه که کاملاً اون مشخصه فلورسنتی که به نسبت نور یووی داره رو واکنش نشون میده. و دقیقا همین رو گفتم، چراغ یووی فقط برای حس خوب تفریش خوبه که شما تو شب روشن میکنی. بعضی وقتا، حالا من جالب اینجاست که توی یک ساحل چراغ یووی رو برده بودم، تاریکم بود، یک چیزای خیلی فسفوری پیدا میشد که میرفتم از نزدیک چک میکردم میدیدم پلاستیکه، یه سری پلاستیک ها که نور حالا فسفوری داشتن یا یه ماده کلن متفاوت داشتن به نسبت نور یووی واکنش نشون میداد که واقعا فکر میکردم یه چیز جدای پلاستیکه. و دقیقا منم اینکه اومدم اینجا و برای خودم هم میخواد یه نوع چالش باشه، اینه که شب بشه، هوا تاریک بشه، چراغ یووی رو تو این محیط تاریک اینجا چک کنیم و یک به قول معروف چطور بگم، ببینیم که چی میتونیم باهاش پیدا کنیم. و برای خودم هم سواله که تو این حجم عقیق آیا میشه با یووی چیزی پیدا کرد یا نه. حالا با من باشین که هوا به سمت تاریکی بره و خوب خوب تاریک که شد بیایم با چراغ یووی اینجاها دور بزنیم و ببینیم میشه چیزی پیدا کرد یا نه. هوا رو به تاریکی رفت، الان قراره
چراغ یووی رو با هم تست کنیم. اونم جایی که توی ویدیو قبل بهتون نشون دادم که دنیایی از عقیقه و یک سنگ فرشی از عقیق. هدف از این آزمایش این بود که من خودم رو توی یک شرایطی پر از سنگ قرار بدم، بهتون بفهمونم که چراغ یووی نمیشه شکار سنگ، نمیشه سنگای قیمتی پیدا کرد و هدف از این چراغ یووی فقط برای یک سرگرمی خوبه توی طبیعت. حالا بعضی سنگا واکنش نشون میدن، ولی 1-2% از سنگا هستن، نه بقیه سنگا، و به خصوص برای حیوانات خطرناکی مثل عقرب بتونی پیدا کنی. و خب بریم روشنش کنیم، تست این کار رو داشته باشین. دقیقا من الان چراغ یوویم رو روشن کردم دوستان، و دقیقا روی سنگ فرشی از به قول معروف عقیق هستم. حالا ببین، یه دونه از این سنگا مشخصه، ببینیم این چیه. زمین با این نوره. ببین دوستان، سنگ خاصی مشخص نمیشه، ولی این ورشو نگاه کن به نسبت یووی چه فرقی میکنه. مشخصه توی تصویر کامل مشخصه. ببین این پشت کار دوستان، خب حالا بذار بریم ببینیم چیز خاصتری هم میتونیم پیدا کنیم با یووی که واکنش نه. مهم اینه که اون سنگه به چراغ یووی واکنش از خودش نشون بده. فعلا که چیزی پیدا نکردیم، با اینکه روی انواع عقیق ها داریم راه میریم. کوارتز هست اینجا، تیکه های کوچیک از آماتیس پیدا میشه، ولی فعلا ما چیزی به چشمون نمیخوره. و گفتم بهتون هدف از این چراغ یووی فقط برای تفریح و سرگرمی خوبه. اینکه فکر کنید قراره باش چیزی پیدا کنید، اصلا به فکر این نباشید دوستان. و چیز خاصی من اینقدر تست کردم توی محیط‌های مختلف و اومدم دقیقا این صحنه رو ایجاد کردم که بدونید توی جایی اومدم که معروف به بهشت عقیق، اینقدر تنوع سنگی اینجا ریخته شده که حد نداره. حالا من یک چراغ نور زرد رنگی هم داره، اینم خیلی واکنش نشون نمیده، ولی خب باز دوباره چک میکنم دوباره با چراغ یووی ببینم میشه چیزی پیدا کرد یا نه. ها؟ اینجا بگی ببین روی این سنگ اینجا رو ببین، زوم کن رو واکنشی که حالا بذار ببین چی هست. این سنگ معمولی هست، سنگ با ارزشی هم نیست. من یه جای دیگه هم تست کردم، هرچی پیدا کردم تیکای کوچیک پلاستیک بود که واقعا انتظار نداشتم پلاستیک باش پیدا کنم. هر چیزی که فکر کنید میشه با این پیدا کرد جز سنگ قیمتی. و خیلی هم روش مانور میرن که با چراغ یووی پولدار شو، با چراغ یووی اینجا چیزی پیدا نمیشه. ببینیم پایین تر، ببینیم
ببین این که میگم با چراغ یوبی من پلاستیک پیدا میکنم، این یه بطریه دوستان، مشخص یا نه؟ رنگش رو ببینی. خب یعنی چیزی که خودم دارم میبینم کلی سنگ زیر بامه و از روی انواع سنگ ها رد میشم بدون اینکه اونا رو کامل به همون نشون. نگاه مثلا بذار من یه عقیق آقا به سنگ مثال میزنم جاسبه. یه نگاه مثلا اون جاسبه مثلا سنگ عقیق هم نیست، متمرکز میشه رو اون فکر میکنیم الان یه سنگ خاصی، در صورتی که هیچ سنگ خاصی نیست. خیلی خوب، مثلا من تست کردم الان، حالا بریم جلوتر، من یه سری سنگای توپی آماتیس دارم که کلسید داره، به نسبت اونا واکنش نشون میده. بیا بریم دوستان ببینید، مثال میزنم من الان چند تا توپی آماتیس، بیا اینجا، چند تا توپی آماتیس که داخلشون یه سری کلسیتا روش کرده، این کلسیتا به یووی واکنش نشون میدن، به چراغ یووی که تو محیط تاریک هم هستیم و بریم تست چراغ یووی رو به نسبت کلسید داشته باشیم و ببینیم چه واکنش رنگی رو از خودش نشون میده. خب الان چراغ یووی رو روشن میکنیم، بیا بگی مشخصه این دونه هایی که رنگش فرق میکنه، اینا بلورایی که رنگش فرق میکنه، اینا کلسیتن که با قسمت آماتیس هم رشدی کردن. یه از این زاویه بگیرم، ببین اینجا رو بگیر، این رنگ بهتره. دقیقا مشخص میکنه، این هم خیلی جالب، اینو بگی. بلورای کلسید کاملا خودشون رو نشون میدن توی چراغ یووی، این هم من گفتم فقط به نسبت یه سری سنگا اینا واکنش نشون میدن. خیلی ممنون از این که با من همراه بودین، تا یک چالش بعدی، خدا نگهدار.